رو میخوام با یه داستان ساده و یه تمثیل آشنا شروع کنم. فکر کنین یه عده فک و فامیل و دوست و آشنای خیلی خبره و حرفه‌ای توی یه خونه دور هم جمع شدن و همه دارن به یه معضلی فکر میکنن. اینجوری رفتن تو بحر تفکر و اون وسط به یه چیزی خیره شدن. وقتی که زوم میکنیم اون وسط میبینیم که یه غاز وحشی نشسته وسط حال خونه و اصلا تکون نمیخوره. یکی از این حرفه‌ای‌ها پیشنهاد میده که بیاید بهش دون بدیم، شاید پاشود اومد. ولی غاز اصلا شکمش سیره و گوشش به این حرفا بدهکار نیست. یکی میگه من رابطه خوبی با این پرنده ها دارم، الان میرم سمتش برش میدارم، ولی وقتی نزدیکش میشه غاز قات قات میکنه، بهش برخاش میکنه، نوک میزنه. خلاصه همه تمرکزشون روی این غاز است و میخوان که یه جوری اینو از اینجا بردارن ببرن بیرون. تا اینکه یه بچه دهاتی یهو از در میاد تو، بی خبر از همه جا اینجوری برامر یه نگاه میکنه، اینا رو میبینه جمع شدن اینجا، میگه چیکار دارین میکنین؟ اینا برمیگردن میگن تمرکز میکنیم حرف نزن. من میگه رو چی دارین تمرکز میکنیم؟ میگن ایس روی گوشه بشین چایی تو بخور، ما الان میام پیشت. این میاد از بالا سر اینا نگاه میکنه، ای غازه. بعد متوجه میشه که اینا میخوان غازه رو از اینجا ببرن بیرون تو دل طبیعت، ولش کنن بره دنبال زندگیش. اینم شروع میکنه فکر کردن، ولی مدل فکر کردنش با اینا یه فرقی داره. اونم اینه که در بحر تفکر فرو نمیره، داره دور و برش رو نگاه میکنه. یهو میبینه که رو پنجره خونه یه پرده ای نصبه که خیلی هم ضخیم و کلفت، جلوی نور رو گرفته. میگه شما این پرده رو لازم دارین؟ میگن سی چی نگو دیگه، دو دقیقه بچه میخوایم این مسئله رو حل کنیم، الان میایم پیشت دیگه، نه لازم نداریم. اینم میره از تو خونه نردبون گیر میاره، میاد تام این پرده رو میکنه. همه یهو حواسشون میره به اونجا، میگن چیکار داری میکنیم؟ یا خودتون گفتین اینو نمیخواین. بعد همین پرده مخملی رو برمیداره، میاد سمت غازه، آروم آروم بهش نزدیک میشه، بغلش میکنه، برش میداره میبرتش. بعد که اینو برش میداره میبینن آها، دلیل اینکه این حیوان زبون بسته از اینجا سبر بلند نمیشد، اون زیره چند تا تخم گذاشته. بعد میبینن که تخما هم تخم طلاست. حالا داستان استعاری دیگه، گیر ندیم کی به کیه. خلاصه به این پسره میگن که بابا باریکلا دمت گرم، حالا که اینو برداشتی دیگه نبرش بیرون، اینو بذار با تخماش اینجا بمونه، شاید باز دوباره تخم طلا کرد برامون. اینجوری میشه که هم اون معضل اون وسط حل میشه، هم پرده از پنجره کنده شده نور میاد تو، هم از این به بعد ما روزانه یه سهمیه تخم طلا داریم. حالا این خونه میشه علم فیزیک در اوایل قرن 20. اون آدمایی که داشتن سعی میکردن اون مسئله رو حل کنن میشن فیزیکدانای خبره اون موقع، مسئله غازه میشه فیزیک کوانتوم، و اون بچه دهاتیه میشه آقای نیلز بور، که بدون توجه به این که بقیه فیزیکدانا چقدر تمرکز کردن روی این مسئله، شروع کرد به نگاه کردن به دور و برش و راه حل‌هایی رو پیدا کرد که همون مسئله این بنده خدا رو حل کنه. تازه براشون یه تخم طلای روزانه هم رزرو کرد که همون مزایای مکانیک کوانتومی باشه. حالا اگه میخواییم بدونین داستان واقعی چی بود، ادامه ویدیو رو با من همراه باشین. درود به همتون، ماچ به کلتون، رامون هستم با صفر به جای او و اینجا کوانتا ویژنه. البته اینجا امروز یه صفر دیگه هم داریم. اگه میخواین عظمت کار بور رو بیشتر درک کنین، باید مقدماتش رو بدونین و در جریان این باشین که علم اون موقع دقیقاً داشت چه شکلی با مسئله کوانتوم برخورد میکرد، تا امروز متوجه بشیم که بور چه خدمت بزرگی ارائه کرد. من اینجا تیتروار یه خلاصه سریع از ویدیو قبلی میگم. فیزیکدانای اون موقع درگیر چند تا مسئله خیلی مبرم شده بودن که فکر میکردن با حل ساده و دم دستی اینا هم حل میشه، میره پیکارش. یکیش طیف عناصر یا گازها بود که برخلاف تصورشون به جای یک رنگین کمان پیوسته یه طیف گسسته بود، و این هم در مورد طیف‌های تابشی صدق می‌کرد و هم در مورد طیف‌های جذبی. تو ویدیوی قبلی گفتیم که دانشمندا همونطور که داشتن روی طیف عناصر کار می‌کردن، با مطالعه روی نور خورشید متوجه یه عنصر جدیدی به اسم هلیوم شدن. از طرفی آقای جی جی تامسون الکترون رو کشف کرد و متوجه شد که این پرتوهای آنودی که تا اون همه فکر می‌کردن موج هستن، در واقع ذرات باردارن، و اومد بر اساس این یه مدلی رو ارائه داد به اسم مدل کیک کشمشی که میگفت اتم‌ها ابری از بارهای مثبتن که این گله‌های منفی توشون مثل کشمش پخش شدن. بعدش دیدیم که آقای رادرفورد به همراه دانشجوهاش آزمایش بمباران ورقه طلا با پرتوهای آلفای مثبت رو انجام دادن، و در کمال تعجب دیدن که یه تعداد خیلی کمی از پرتوها دارن برمیگردن و انحراف خیلی زیادی دارن، و خب نتیجه گرفتن که اتم‌ها باید یه هسته خیلی
خیلی کوچولو با بار مثبت خیلی شدید داشته باشن و حاصلش شد مدل سیاره‌ای اتم که هسته مثبت رو مثل خورشید در مرکز در نظر می‌گرفت و میگفت الکترون‌ها مثل سیاره‌ها دارن روی مدارهای دور اتم می‌چرخن. این مدل هم مشکلای خاص خودشو داشت، از جمله اینکه این بارهای مثبت چطوری توی هسته کنار هم قرار گرفتن و همدیگر رو دفع نمی‌کنن، یا اینکه اون بارهای منفی که اون دور می‌چرخن قطعاً شتاب زاویه‌ای دارن و در کسری از ثانیه باید انرژیشون تخلیه بشه و سقوط کنن، ولی این اتفاق نمی‌افته. این پایداری از کجا اومده؟ و اینجاست که سر و کله قهرمان پیدا میشه. بارا بابام، اگه تو اینجای ویدیو براتون جذاب بوده و کانال رو دنبال نکردین، لطفاً سابسکرایب رو بزنین و پر انرژی در ادامه با من همراه بشین. شخصیت عجیب و خفنی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم یه جورایی ابرقهرمان اصلی کوانتومه. این ویدیو هم ادای دینیه به آقای نیلز بور و هم در ادامه ویدیوهای مربوط به معرفی مکانیک کوانتومی جا میگیره. چرا تو اون تمثیل اول ویدیو بور رو یه بچه دهاتی در نظر گرفتم؟ چون بور دهاتی اروپا بود، اصلا زبان انگلیسی هم بلد نبود حرف بزنه و از خارج از سیستم علم اون موقع وارد شد، درست مثل آلبرت اینشتین. یه جورایی میشه گفت که اصلا این دهاتی‌ها هستن که همیشه دارن مسیر دنیا رو تعیین میکنن و نجاتش میدن، وگرنه از بچه شهری ها که چیزی در نمیاد. شوخی میکنم اینا، امیدوارم که ناراحت نشین، حتما بیاین توی کامنت ها دستاورداتون رو برام بنویسین. معروفه که میگن بور با وجود اینکه زبان بلد نبود ولی اعتماد به نفس خیلی بالایی داشت، ایگوی قوی داشت و ظرفیت خیلی بالایی برای انجام کارهای خیلی سخت. تلاشی که نیلز بور برای پا گرفتن مکانیک کوانتومی انجام داد با هیچ کس دیگه قابل مقایسه نیست، حتی اینشتین. اون موقع اروپایی‌ها یه خانواده‌هایی داشتن که آکادمیک بودن و خیلی بچه‌هاشون رو تشویق می‌کردن که برن دنبال علم. از توی همین خانواده‌ها دانشمندای خیلی بزرگی هم در اومد. ولی کسانی اون موقع بودن که از دل خانواده‌های معمولی در اومده بودن و خیلی این سیستم کلی براشون جدی نبود. نه اینکه جدی نبود، ولی اونقدر مرعوبش نمی‌شدن که نظر خودشون رو ارائه ندن. همین نظراتشون باعث انقلاب‌هایی توی فیزیک شد. یکی از مهم‌ترین‌هاشون همین آقای نیلز بور بود که از دانمارک پاشو اومد انگلستان. اول از همه هم رفت پیش آقای تامسون، ولی زیاد پیشش بند نشد چون از این مدل کشمشی خیلی خوشش نمی اومد و فکر میکرد کارایی لازمو نداره. بعدش با رادرفورد آشنا شد و ازش خواست که اونو به جمع دانشجوهاش که اسمشون حلقه منچستر بود راه بده. این حلقه شامل یه تعداد زیادی از دانشمندای معتبر و جوون اون موقع بود که همه شاگردای رادرفورد بودن. البته که بور فوتبالیست هم بود و خب انگلستان و منچستر هم که مهد فوتبال بود و یکی از دلایلی هم که تو برخورد اول رادرفورد ازش خوشش اومد همین بود. این شد که بور مطالعات جدی خودش رو همزمان با تمرین زبان توی آزمایشگاه رادرفورد توی منچستر شروع کرد. مطالعاتی که 50 سال طول کشید و توی این مدت بور با تمام آدمهایی که توی کوانتومی نقشی داشتن کار کرد و ردپاهای خیلی مهمی از خودش به جا گذاشت که حالا اولینا و مهمتریناشون رو بررسی میکنیم. اون موقع مدل سیاره‌ای رادرفورد خیلی محبوب بود و دهن به دهن داشت میچرخید، ولی بور مرعوب اینم نشد و عمیقاً توی دل خودش متوجه شده بود که فیزیک کلاسیک برای توصیف اتم به کار نمیاد و باید یه فکر جدیدی کرد. اون موقع قبل از جنگ جهانی اول بود و کشورهای اروپایی یه جورایی رفته بودن توی انزواهای خودخواسته. این روی جامعه علمی هم تأثیر گذاشته بود، یعنی انگلیسی‌ها به کار آلمانیا توجه نمی‌کردن، آلمانیا انگلیسی‌ها رو نادیده می‌گرفتن، ولی بور که اصلا از بیرون این سیستم اومده بود، از دانمارک دهاتای اروپا، اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نبود. اتفاقا کارهایی که توی آلمان داشت انجام میشد از جمله کارهای پلانک و اینشتین خیلی مورد توجهش بود و خیلی روشون تحقیق میکرد، مخصوصا بسته های انرژی یا همون کوانتاها که پلانک کشف کرده بود و بسته های نور یا فوتون ها که اینشتین خبرشو داده بود. اگه بخوام تو یکی دو جمله خلاصش کنم، مجموعه کار پلانک و اینشتین به این نتیجه رسیده بود که نور و انرژی به جای پیوسته بودن و موجی بودن از ذرات یا بسته هایی تشکیل شدن که برای انرژی اسمشون کوانتاست و در مورد نور فوتون. رابطه ای که ای بابا سک رابطه ای هم که پلانک توی تحقیقاتش معرفی کرده بود E مساوی HF بود، یعنی انرژی این کوانتاها با فرکانس رابطه مستقیم داره. بور تمام هم و غمش رو گذاشته بود رو این که این مدل سیاره ای رو به این کوانتاهای انرژی و نور مرتبط کنه.
قبل از همه این اتفاقا یه سری روابطی کشف شده بود. چند نفر اومده بودن روی انرژی‌های مداری اتم هیدروژن. یه سری تحقیقات کاملا ریاضی انجام داده بودن و یه روابطی رو به دست آورده بودن که به اسم خودشون توی تاریخ علم ثبت شده، مثل رابطه ریدبرگ، رابطه پفوند. یکی از این روابط رابطه بالمر بود که نیلز بور توی مسیرش بهش برخورد کرد و در مقام همون بچه دهاتی که خارج از سیستم همه اون کاربلدا اومده بود وسط ماجرا، به جای اینکه روی خود معضل کوانتوم متمرکز باشه، داشت همه امکانات اطرافش رو رصد می‌کرد. اینجا بود که انقلاب فکریش جرقه خورد. این رابطه بالمر صرفاً یه ساختار ریاضی رو برای انرژی مدارهای مختلف هیدروژن به دست آورده که تا اون موقع تصور می‌شد ارزش نظری و علمی چندانی نداره. بالمر که یه معلم سوئیسی بود، با جمع‌آوری یه سری داده‌ها و مرتبط کردن اینا با هم، یه ساختار پله‌ای رو واسه انرژی مدارهای هیدروژن پیش بینی کرده بود. نیلز بور اینجا متوجه شد که یه شباهتی هست بین این ساختار پله‌ای و این کوانتاهای انرژی و اون فوتون‌های نور. واسه همین شب و روز زندگیشو گذاشت که این رابطه رو پیدا کنه. واسه اینکه بتونه این پله‌ها رو به این سیاره‌ها که دور هسته میچرخیدن مرتبط کنه، این رابطه رو آورد روی مدار و روی اندازه حرکت زاویه الکترون‌ها اعمالش کرد. برای آشنایی بیشتر با اندازه حرکت و اندازه حرکت زاویه‌ای، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو از دست ندین. به صورت خلاصه اونجا گفتم که تکانه چیه، تکانه زاویه‌ای چیه و بعدن چطوری وارد تحلیل‌های کوپرنیک در مورد گردش سیارات منظومه شمسی به دور خورشید شده، همون چیزی که اینجا تو مدل سیاره‌ای هم قابل استفاده است، یعنی همون کاری که نیلز بور انجام داد. ولی اینجا بور با اعمال رابطه بالمر روی این مدارها و اصطلاحاً کوانتیزه کردنشون با رابطه پلانک به نتیجه خیلی عجیب و جالبی رسید و اون اینکه این مدارهای الکترونی که دور این هسته مثبت دارن میچرخن، میتونن برخلاف اون چیزی که فیزیک کلاسیک پیش بینی میکرد توی این حالتهای مانا قرار بگیرن بدون اینکه انرژیشون رو گسیل کنن و از دست بدن. و نکته بعدی اینکه فقط و فقط توی این حالتها میتونن قرار بگیرن یا روی این مدارها میتونن بچرخن و بین اینا نمیتونن قرار بگیرن و اگر بخوان روی این مدارها جابجا بشن، باید فوتونهای نوری با مقدار کوانتای انرژی دریافت یا گسیل کنن. یعنی اگه اینجا باشن و بخوان بیان اینجا، باید معادل این اختلاف رو به اندازه این کوانتا تابش کنن، یا اگه از اینجا بخوان برن به اونجا، باید معادل این انرژی بهشون انرژی داده بشه. یه جورایی بور با تلفیق فیزیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی همون مدل سیاره‌ای اتم رو با استفاده از مفهوم کوانتاهای انرژی توضیح کرد و شعاع حرکتی الکترون‌ها به دور هسته اتم رو با رابطه‌ای که به دست آورده بود تخمین زد که با مقدارهایی که بعداً اندازه گرفته شد تا حدود زیادی جور در میومد. به بیان ساده بور اومد گفت که همون حرکت سیاره‌ای وجود داره، ولی این سیاره‌ها فقط روی مدارهای خاصی میتونن به دور اون خورشید یا هسته مرکزی حرکت کنن و مجاز نیستن که اون وسطا حرکتی داشته باشن. یعنی مدارهای مجازی وجود دارن، همونطور که تو ویدیوهای قبلی متوجه شدیم که این کوانتاهای انرژی مجاز نیستن اندازه‌های کمتر از یه مقداری داشته باشن، همون مقداری که اگه خاطرتون باشه 26 تا صفر پشت اعشار بود. بور با نبوغش متوجه شد که اختلاف انرژی بین این مدارها از مرتبه همون عدد کوچیکی که اسمشو گذاشتیم ثابت پلانک. نیلز که اینا خیلی بهش مزه داده بود، شروع کرد به آزمایش کردن ذهنی روابطی که به دست آورده بود. یعنی اومد این روابط صرفاً ریاضی که قبلا بود و این مدل‌های پله‌ای رو به دست داده بود، یکی یکی از دل رابطه خودش در آورد. برای اینکه بیشتر با این مفاهیم آشنا بشید، پیشنهاد می‌کنم این ویدیو رو حتماً ببینید. نبوغ نیلز بور یه جورایی از جنس نبوغ آلبرت اینشتین بود. یعنی جلو از سخت کوشی فراوانی که داشت و درگیری ذهنی عجیبی که باهاش کلنجار میرفت، هیچ وقت از مفاهیم دیرپای فیزیک کلاسیک وحشت زده نشد و جلوشون سر تسلیم فرود نیاورد، بلکه اونا رو هر چقدر هم که میخواستن قدیمی باشن به چالش کشید و همین باعث شد که پی به مفاهیم جدیدی در طبیعت اطرافش ببره و مفهوم اتم رو وارد مرحله جدیدی کنه. این یه قدم بزرگ دیگه بود در
ادامه نظریه قدیمی کوانتوم که با کارهای پلانک و اینشتین شروع شده بود. هرچند بعداً با خود اینشتین در زمینه نتایج مکانیک کوانتومی دعواهای اساسی داشت. دعوای بزن بزن نبود، دعوای علمی و نظری که اتفاقاً خیلی هم به پیشرفت کوانتوم کمک کرد. نظریه اتمی بور هم بعداً یه اشکالات ریزی بهش وارد شد که توسط چند تا دانشمند مهم دیگه تعمیم پیدا کرد، که البته خود بور هم توی اون تعمیم‌ها نقش خیلی مهمی داشت و ویدیوی بعدی این مجموعه مربوط به همون است. این ویدیو ادامه یه ویدیوی دیگه است که این بالا لینکشو میذارم. اگه ویدیوها و سبک اجرای منو دوست دارین و تا حالا کانالو دنبال نکردین، سابسکرایبو بزنین، زنگوله بغلش رو هم فعال کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین.